بانم و ید خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه همسفر. همراه ما هستین در ایران گردی و داریم با جاذبه‌های دین کشورمون آشنا میشیم. اینجا استان خراسان رضوی و شهر زیبای کلات هستش، اما دورانی رو داریم مسافرت میکنیم که از مسافر گردشگر خبری نیست، به خاطر شیوع بیماری کرونا و البته مدیریت اون یه جورایی فضاها رو آماده کرده کم کم دیگه. اما در کنار من جناب آقای مهندس میراب هستن، شهردار شهر کلات، و قرار از جاذبه‌های دینی این شهر برامون بگن. سلام علیکم، شما بینندگان هم سفر داشته باشید. با عرض سلام حضور حضرت عالی و برنامه پربیننده و جذاب همسفر، از اینکه شهر کلات رو به عنوان هدف قرار دادید و تشریف آوردید بسیار خوشحالیم و خیلی مقدم عرض می‌کنیم. خیلی ممنون، تشکر از دعوت شما. برامون میگین که اصلا کلات نادر دیگه، درسته؟ کلات نادر دقیقاً در کجای ایران قرار گرفته و راه‌های مواصلاتی به چه شکلیه؟ کلات نادر دقیقاً در شمال شرق کشور عزیزمون جمهوری اسلامی ایران قرار داره و با فاصله 145 کیلومتر از شهر مقدس مشهد و راه مواصلاتیش از بولوار بهمن محدوده آرامگاه خواجه ربیع در شهر مشهد مقدس هستش. درسته، و یه راه ورودی هم یه راه ورودی داره و یه راه خروجی هم. آره، این راهی هم که ما اومدیم یه راه پرپیچ و خمه و کوهستانی تقریبا و خیلی البته مناظر زیبایی داره. توی فروردین اردیبهشت و خرداد فصل بهار فوق‌العاده زیبا هست، چون که ما تو اون فضاهایی که داریم حرکت میکنیم و داریم میایم مسیر رو یه جایی داریم میبینیم که دیمکاری بود، کشاورزی بود، جو و گندم، و من دیدم مناظر خیلی زیبا و قشنگی بود. بعد برام میگین که جمعیت شهرتون چند نفره، شغل مردم چیه؟ جمعیت شهر کلات، مرکز شهرستان کلات، حدوداً 8000 نفر و شغل عمده مردم کشاورزی و دامداری است و در حوزه کشاورزی گندم دیم و اون برنج ناب شهر کلات و لبنیات دامداری شهرستان کلات در واقع زبان زده عام و خاص است در شهر مشهد مقدس. یکی از جاذبه های شهر کلات ورودی این شهر هستش. اینجا رو به دژ خدای آفرین مینامند، به خاطر اینکه دور تا دور شهر کوههای بلندی هستش. کوههای هزار مسجده؟ یک سمتش برده، یک سمتش هزار مسجد. درسته، و کوههای بلندی رو داریم میبینید و راه ورودی، تنها راه ورودی به شهر، یک تونلی هستش که باید از این تونل عبور بکنین بعد وارد شهر کلات بشین. من تنها شهری تو ایران دیدم که به این شکل هستش که راه ورودیش تونل باشه و شما به وسیله تونل وارد شهر بشین و راه دیگه ای نداشته باشه. این از ابتدا هم همین طور بوده یا اینکه دروازه داشته در قدیم؟ در قدیم دروازه داشته. از محل دربند آرغونشاه در واقع وارد شهر کلات میشدیم که یه راه ورودی داشته در بدان رودخانه که آب بله از محل رودخانه، و یه راه خروجی داشته در دروازه نفته در واقع منتهی شهر کلات. یعنی شما یه ورودی و یه خروجی، یه ورودی یه خروجی، دقیقاً بله. این دژ خدای آفرین هم که اشاره کردید در واقع یک حصار طبیعیه که در دور تا دور شهر کلات رو در واقع در بر گرفته و موقعیت و مقر فرماندهی نادرشاه افشار هم در واقع به خاطر همین بوده که هیچ راه ورودی به شهر کلات نداره به صورت طبیعی. آره، خیلی شهر جالب و زیبایی هستش. به هر حال هم سرسبز، هم دیدنی، هم تاریخ بسیار کهنی داره و این تاریخی که ازش صحبت میکنیم منوط میشه به دورانهای قدیم. شاخصه های تاریخی شهر که من دیدم مصر جامع، قصر خورشید و فضاهای بند نادر و فضاهایی که انشالله در طی برنامه همسفر تقدیم نگاه مهربانتون میشه. پس ما رو همراهی کنید با معرفی کلات عزیز، شهری که بسیار زیبا، دیدنی، مردمان مهمان نواز و خونگرمی داره. در برنامه همسفر همراه ما باشید.
خدمت بینندگان عزیز عرض کنم که ما 360 کلات در 3 کشور ایران، افغانستان و پاکستان داریم، ولی چیزی که شهر کلات رو از بقیه متمایز میکنه کلات نادری هست، پسوند نادری که در واقع از بقیه کلات ها اینو متمایز میکنه و اون هم به خاطر وجود مقر فرماندهی نادرشاه افشار در شهر کلات میباشد. معنای لغوی کلات به معنای برج و بارو و قلعه که در میان دو کوه واقع شده در واقع میباشد، که کلات هم به همین شکل در بین دو کوه واقع شده. قدمت شهر کلات به پیش از اسلام برمیگرده، نشانه هایی هستش که قبل از اسلام کلات وجود داشته، ولی بیشتر در زمان بعد از اسلام در واقع رونق گرفته و از اون زمان به بعد یه مقداری نامش در واقع آوازش بیشتر شده و بیشتر از زمان ایلخانیان، سلجوقیان و بالاخص در دوره افشاریان که اوج گرفته. آثار متعددی از آثار تاریخی در شهر کلات هست، من جمله مسجد جامع شهر کلات که خدمت شهر کلات و مذهبی بودن مردم آن زمان رو به خاطر عظمت مسجد جامع در واقع میرسونه. کاخ یا عمارت خورشید هست که به دستور نادرشاه برای یاد بود و آرامگاه نادرشاه افشار بنا شده، ولی خب به خاطر مرگ نابهنگام و غیر منتظرش در شهر مشهد مقدس دفن شده. از آثار دیگه تاریخی میتوان به برج آرغونشاه اشاره کرد که در مدخل و ورودی شهر کلات است برای کنترل ورود و خروج رفت و آمد افراد در واقع در دروازه دربند آرغونشاه. کتیبه نادری هست که به دستور نادرشاه افشار در متن ثنای پروردگار و نادرشاه در واقع سروده شده، به دو زبان فارسی و ترکی هست در 24 بیت. و از دیگر آثار تاریخی میتوان به بند نادری اشاره کرد که اون هم از زمان ایلخانیان به روایتی هست که برای جلوگیری از فرسایش آب و بنا شده که بتواند از دشت کلات بیشترین استفاده و بهره‌وری رو در راه کشاورزی انجام داد. از آثار متعدد دیگه که میتوان در واقع و جاذبه های گردشگری شهر کلات میتوان به اقوام و فرهنگ های مختلفی که در شهر کلات در کنار همدیگه دارن زندگی میکنن و کلکسیونی از اقوام هست. به عنوان مثال میتوان به اقوام لور، ترک، عرب، لک و فارس اشاره کرد که همگی در داخل شهر کلات و به صورت مسالمت آمیز دارن زندگی میکنن، هیچ مشکلی هم الحمدلله با هم ندارند. از جاذبه های گردشگریش میتوان به منطقه ییلاقی و توریستی قرسو اشاره کرد که آبشار بسیار زیبایی هستش که 8 آبشار پی در پی و پشت سر هم هست که به اصله نردبان اینها رو به هم در واقع وصل میکنه و جاذبه بسیار جذابی رو تشکیل داده و شهروندان و توریست های بسیار زیادی در طول سال برای تفریح و گردشگری از این منطقه استفاده میکنند. از جاذبه‌های دیگه میتوان به صنایع دستی اون اشاره کرد، صنایع دستی بسیار با کیفیت مانند گلیم که خیلی در واقع مشتریان خیلی خوبی داره و به عنوان یکی از سوقات کلات به حساب میاد. و از دیگر در واقع جاذبه‌هاش میتوان به جاذبه‌های کشاورزی و دامداری اشاره کرد که به صورت سیاه چادر هست، عشایر در واقع نقل و مکان میکنن، ییلاق اشلاق دارن و با اتراق کردن و با برپا کردن چادر به فراورده‌های لبنی در واقع تولید میکنن و به دست مردم شهر کلات و دیگر شهروندان و مصرف کنندگان میرسونن. We'll be right back.
یکی از چیزهایی که جاذبه میتونه باشه برای گردشگر بحث طبیعت گردی هستش. طبیعت گردی یعنی اینکه شما کنار رودخانه برین، باغات رو ببینین، کوه برای کوهنوردی و اینها. شهر کلانتماق شهر من نگاه میکنم دور داتور طبیعت خیلی خوب هستش دیگه، کوه رو داریم، باغات رو داریم، همین فضایی که الان هستیم قصر خورشید هست که پشت سر ما هستش و فضای فوق‌العاده زیبایی. یکم از طبیعت کلات برامون بگین آقای شهردار. شهرستان کلات یک شهرستان بسیار بکر و طبیعی هست که از مواهب الهی بسیاری برخورداره. شهر کلات هم به تبع از شهرستان همین مواهب رو داره، شامل کوه، دشت، بیابان، حتی آب، سدهای بسیار، جنگل، همه اینا باعث شده که تلفیقی از بهترین ها رو ما در شهرستان کلات داشته باشیم و آن چیزی که طبیعتگر دنبال آن است، آب، کوه، کوهستان، طبیعت بسیار زیبا، بخصوص در فصل بهار که طبیعت بسیار خوب و چشمانداز دلنوازی رو شهرستان داره، این باعث میشه که خیلی از طبیعتگردان و گردشگران در این فصل در واقع از این مواهب الهی بتونن استفاده بسیار خوب و مفیدی رو داشته باشن. درسته. به نظرتون کلات برای یک روز، نیم روز یا چندین روز برای گردش و دیدن؟ کلات به نظر خودم بهترین مسافرت برای زمانهای یک تا دو روزه است. با توجه به اینکه زیرساخت‌های ما در شهرستان به اون شکل مناسب نیست برای ماندگاری مسافر، که البته این مشکل داره تا حدودی با ایجاد بومگردی‌ها و مهمانسراها برطرف میشه و جا داره که مهمانان و گردشگرانی که به شهر وارد میشن میتونن اینقدر در واقع خوبی‌ها داره، اینقدر پتانسیل‌های شهر داره که چندین روز و حتی هفته‌ها بتونه در واقع در شهر ماندگار بشه. بعد دیگه ایجاد بومگردی و هتل و فضای اینطوری کمک میکنه که به هر حال مسافر بمونه. شهرداری کاری کرده تو این زمینه یا کاری میکنه سرمایه‌گذار بخواد بیاد اینجا و تو این فضا بمونه؟ شهرداری داره زمینه رو آماده میکنه، انشالله ما بتونیم از سرمایه گذاران بخش خصوصی استفاده کنیم، با توجه به اینکه خب در واقع ایجاد زیرساخت ها مبالغ بسیار زیادی رو میطلبه و شهرداری هم از عهده و توانش خارج هست، خب کمک های دولتی هم که در این شرایط مقداری مشکله میطلبه که سرمایه گذاران بخش خصوصی تشریف بیارن اینجا سرمایه گذاری کنن و از هزاران نفری که در واقع در طول سال به شهر کلات مراجعه میکنن انشالله پذیرایی بکنن در این شهر بسیار خوب و با صفا. آره، عوارض رو اینا که نمیگین ازشون سر بگذاره؟ عوارض رو ما تمهیداتی با توسط شورای اسلامی محترم شهر اندیشیدیم که بیشترین حمایت و در واقع همکاری رو باهاشون داشته باشید. بسیار عالی. از صنایع دستی ارزشمند شهرتون بگیم و سوغات کلات. یه مسافر گردشگر وقتی میاد از جاذبه دیدن میکنه، یه شهری رو میبینه، وقتی میخواد بره به هر حال یه تحفه‌ای رو باید به خودش ببره و بگه من کلات بودم. چی قرار از اینجا ببره؟ سوغات کلات بیشتر در دو بخشه، یکی بحث صنایع دستی، یکی تولیدات دامی و کشاورزی و لبنیات. بله، تولیدات کشاورزی و دامیش شامل برنج ناب و مرغوب شهر کلات هستش که شهرستان کلات که زبان زد عام و خاص هست و میشه گفت که شاید بهترین برنج مرغوب کشورمون باشه. گردوی کلات گردوی بسیار خوب و با کیفیتی است. در بحث صنایع دستی هم خوب گلیم کلات از اون گلیم پرنقش و نگاری که هست اصلا خیلی مناسب و خاص هست در واقع تو این زمینه. خب در اطرافش روستاها و شهر مجاورمون ابریشم بافی، ارزم بود نوار بافی، پشم بافی، اینها هم در واقع در شهرستان رایج هستش که میتونن گردشگران و توریست ها به اصطلاح به عنوان سوغات ازش استفاده کنن.
کشور پهناور ایران یه ویژگی دیگه هم داره و اون این هستش که مردمانی با گویش ها، زبان ها و قومیت های مختلف در اون زندگی میکنن. وارد یک شهر که میشین باید ببینین رگ و ریشه اون شهر مربوط به چه قومیتی هستش. بعضی از شهرها رنگین کمان اقوام هستن، یعنی چندین قوم در کنار هم به صورت بسیار مصالحت آمیز و با خوبی زندگی میکنن. شهر کلات چه قومیت هایی رو داره؟ آیا رنگین کمانه یا اینکه از قومیت خاصی برخورداره؟ برامون توضیح بدین. شهر کلات و شهرستان کلات قومیت های متفاوتی رو داره و همونطور که فرمودید کلکسیون و یا رنگین کمانی از اقوام و سنن ایرانی رو در واقع یک جا در شهرستان ما داریم. اقوام لک، کرمانج، ترک، فارس همگی در شهرستان ما الحمدلله هستن. هم کرمانج کردا میشن دیگه. همون کرمانج به یک نوعی بله. و هر کدوم در واقع در جای جای شهرستان سنت‌های در واقع متفاوتی رو دارن و مخصوص به خودشون هست و الحمدلله بدون هیچ گونه مشکلی در کنار هم داریم زندگی میکنیم. خیلی عالی. بعد مراسمات خاصی هم داشته باشین دیگه، مراسم عروسی، مراسم شادیتون یا حتی مراسم عزاداری در محرم و صفر. به هر حال مراسمات عروسی سنتیشون که بسیار جذاب و خیلی در واقع خوب هست و گردشگران در واقع همیشه در زمان اینکه این مراسمات برگزار میشه با استقبال بسیار گسترده‌ای برخورد می‌کنند. موسیقی خوبی داشته باشه. بله، موسیقی سنتی خیلی خوب داریم ما. همه اینها در واقع جاذبه هایی هستش که گردشگران میتونن ازش استفاده کنن. خیلی عالی. این موسیقی که دارم میگم، موسیقی خودش یک روح و روان خاصی داره. یعنی وقتی شما میرین دوتار، ستار یا اون سنتور، نمیدونم حالا به هر حال آلات موسیقی، آره سرنا به خصوص، سرنا یکی از آلات موسیقی بسیار خوب هستش و دهل، این که میگن صدای دهل از دور شنیدن خوش است، اینو من تجربه کردم در کنار یکی از دوستان بودم که داشت دهل میزد و خیلی محکم و جالب بود، از دور خیلی شنیدنی ولی نزدیکش واقعا بعد یه کمی تعامل بکنیم ضربات که زده گوش نوازه. به خاطر اون میگن از دور شنیدن خوش است، نزدیکش نباید برید. و اینکه برامون بگین فصل اومدن به کلات چه فصلی رو پیشنهاد میکنین؟ چهار فصل هستین یا اینکه نه فقط میگین یه فصل خاص بیان یا دو تا فصل دارین؟ چه جوریه؟ هر فصلی زیبایی خاص خودش رو داره، ولی خب میشه گفت بهترین فصلی که در واقع میشه از مواهب شهرستان استفاده کرد فصل بهار به خصوص و تابستان هست، در واقع شش ماهه اول. ولی خب زمستان هم اگه ما در واقع زمستان‌های خوبی رو داشته باشیم، پر برف باشه، خب دیدنی هستش و شرایط خاص خودش رو داره. پاییزش خیلی قشنگه، پاییزش هم با توجه به برگریزانی که هست، باغات و اینها، واقعا هر فصلش جذابیت‌های خاص خودش رو داره. از چهار فصل آمد برفگیر اینجا زمستون. بله، زمستون‌های سرد و برفی رو داره. اونایی که به برف علاقه دارن، پیست اسکی چیزی ندارین؟ با توجه که برف پیست اسکی طبیعی داریم، در زمانی که برف هست چند نقطه هستش که مردم مراجعه میکنن و اونجا. ولی خوبه که به صورت اسکی سواری، تیوب سواری اینا میکنن، ولی خب صورت رسمی نیست. آره خوبه دیگه. ببینید ظرفیت ها توی شهر کلات هستش، کسانی که اهل سرمایه گذاری هستن میتونن به این فضا بیان و به هر حال تو این زمینه ها هم سرمایه گذاری بکنن. خب از جاذبه های تاریخی شهرتون ما قصر خورشید رو اشاره کردین، بند نادر رو اشاره کردین و ورودی شهر، حالا که اون بحث تونل هم هست خیلی جالب بود، وارد تونل هم که می شدیم می آییم داخل شهر شما، خیلی
باریکه و باید ماشینایی که از مقابل میان بزنن کنار تا از همدیگه عبور بکنن. قرار همینطوری باشه یا قراره که البته اینطوری من دوست دارم ها، یه تنها شهر ایران گفتم من دیدم که به صورت تونل وارد میشین و به این شکل هم وارد میشین، یعنی باید از همون ابتدا قوانین رو رعایت بکنین در رانندگی. داخل تونل که میشین بزنین کنار، ماشین مقابل رد بشن، بعد شما رد بشین. در مورد اینم توضیح برام بدید. این هم طرحش تا اونجا که من اطلاع دارم چون توسط وزارت محترم راهداری و راه شهرسازی در واقع تهیه و اسپشه تهیه شده و برای بحث تخصیص اعتبارات و بودجه در واقع منتظر هست. با توجه به شرایط حال حاضر در واقع کشور یه مقداری ظاهراً فعلا تو نوبته. تو نوبت هستین. من دو تا مسئله رو اینجا جا داره که بهش اشاره بکنم به مسئولین عزیزی که دارن برنامه همسفر رو تماشا میکنن. وقتی ما شهرهای اینچنین داریم که مرزی هستند و به هر حال زیبا هستند و راهشون هم راههای جالبی هستش، مهمترین گزینه برای گردشگری جاده هستش. ما از سمت مشهد مقدس به سمت کلات که میمادیم جاده مناسبی متاسفانه ندیم، جاده پرپیچ و خم خطرناکی که به هر حال ترافیک هم داخلش بود و این ترافیک خودش باعث میشد که به هر حال مشکلاتی ایجاد بشه. من خواهش میکنم مسئولینی که به هر حال میتونن اقدام بکنن، اقدامات اساسی انجام بشه تا راهسازی که مهمترین گزینه برای گردشگری هست برای این شهرستان به هر حال انجام بشه و ما بتونیم با اقبال باز بتونیم این شهر زیبا رو تماشا بکنیم، البته در صحت و سلامت. سال 99 که کرونا بود و کلا نتونستن مسافرها و گردشگر رو بیان به این فضا و فضا رو تماشا بکنن، انشالله که سلامتی به جامعه برگرده و شما باز آمادگی اون دارین که در خدمت مسافرین باشین دیگه. دقیقا. بله 100%. ما انشالله بعد از رفع ویروس منحوس کرونا انشالله این آمادگی رو داریم که باز پذیرای گردشگران و میهمانان خوب و هموطنان عزیز ما باشیم. انشالله. صحبت پایانی شما با بینندگان همسفر. ضمن تقدیر و تشکر و مجدد از جناب عالی که شهرستان کلات و شهر کلات رو به عنوان ما هدف و معرفی جهت بینندگان از خوب همسفر انتخاب کردید، ما هم از تمام بینندگان عزیز دعوت میکنیم که انشالله در سفرهاشون کلات رو در برنامه قرار بدن و انشالله از این مواهب طبیعی و خدادادی و همچنین آثار و میراث فرهنگی کلات استفاده بکنن. کلات نه شنیدنی است نه گفتنی بلکه دیدنی است. خیلی ممنون، تشکر از دعوتتون. از شما بینندگان از برنامه همسفر هم دعوت میکنیم در روزهای آینده همراه ما باشین و زیبایی های شهر کلات، شهرستان کلات نادر رو تماشا بکنین. ما قرار از جاذبه‌های تاریخی، دیدنی، گردشگری، کشاورزی، دامپروری و آنچه که مرتبط به فعالیت مردمان مهمان نواز و خونگرم این سرزمین هست تقدیم نگاه مهربانتون کنیم. در روزهایی که اعلام بشه که باید ما حافظ زندگیمون باشیم و حافظ سلامتیمون باشیم و باید قرنطینه رو رعایت بکنیم و اصول بهداشتی رو رعایت بکنیم، قطعاً بهترین گزینه رعایت کردن اونهاست و عدم سفر، چرا که ممکنه اون شهر یا شهرستان و اون دیار هیچ گونه آمادگی برای پذیرایی شما از آن رو نداشته باشه. اما در روزهایی که سلامتی کاملا به کشورمون برگرده و مسئولین اعلام بکنن که شما میتونید سفر کنید، قطعا همه امکانات آمادگی این رو دارن که در خدمت شما باشن تا سفری خوب رو تجربه کنید. در روزهای آینده باز هم ما رو همراهی بکنید تا فردا سوژه دیگه. همه شما از آن رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خداوند مهربان یار و نگهدار.